سرخط خبرها. نگرانی مردم هرات از وقوع احتمالی سیلاب در روزهای آینده. آنان دولت را در امر پیشگیری سیلاب بی‌تفاوت می‌دانند. رونمایی از کتاب راهنمایی نگارش و درست نویسی در هرات. مسعود حسینی نویسنده این کتاب می‌گوید که این اثر برای تمام رشته‌های علوم اجتماعی قابل استفاده است. حمله گروهی پیکارجویان طالب بر ولسوالی بالامرغاب بادغیس. مسئولان محلی می‌گویند که در این حملات 35 نیروی امنیتی جان باختند. تأکید رئیس جمهور غنی بر مدیریت درست آب کشور. اشرف غنی می‌گوید که برای مدیریت آب نیاز است تا بندهای بیشتری ایجاد شود. و اینکه آمریکا در مورد خریداری سامانه دفاعی S-400 روسی به ترکیه هشدار داد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این صدا از تلویزیون چکات خوش اومدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. ساکنان ولایت هرات از وقوع احتمالی سیلاب در روزهای آینده ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که با وجود پیش بینی های اداره هواشناسی، اداره محلی هرات و مسئولان اداره شهرداری، هیچ نوع پیشگیری در این زمینه انجام ندادند. سال جدید در هرات و سایر ولایات حوزه غرب با باران‌های سنگین آغاز شد. این امر از یک سو خوشبینی برای کشاورزان ایجاد کرد، اما از سوی دیگر خسارات مالی و جانی گسترده‌ای را برای شهروندان کشور به خصوص حوزه غرب به بار آورد. طبق گزارش اخیر اداره هواشناسی کشور، قرار است در روزهای آینده برخی ولایات حوزه غرب به خصوص هرات شاهد بارش باران‌های سنگین باشد. از این رو ساکنان ولایت هرات از وقوع احتمالی سیلاب‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که با وجود پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی، اداره محلی و شهرداری، هیچ نوع اقدام پیشگیرانه‌ای را انجام ندادند. دولت یا میتونیم بگیم اداره ضد حوادث هم باید قبل از زمستان این پیشبینی داشته باشند که یک مقدار تدابیر داشته باشند که کیهای در اینجا متضرر میشه و باید به اینا چی ما قبل از پیش از همه چیز آماده بسازیم که در زمانی که سیلاب ها یا مثلا دگه کدام حوادث طبیعی به وجود میایه ما بتونیم که جلوگیری کرده بتونیم که قبلا اینا امید تدابیری نداشتن. دولت نردای ما کم خود خود تکندم کم احساس انسانیت در وجود خود بیارم، چون یک شهروند که خانه از او خراب میشه تمام زندگی از او خراب میشه. ما هر ساله شاهد حوادث ناگوار جانی و مالی در برای شهروندان عزیز خواستیم و دولت عزیز ما متاسفانه مصروف مشکلات درونی خود خونه برای ملت هیچ توجهی نداره. خواهشانه یک کم خود خور بیدار کنم، توجه کنم. از سوی هم برخی از کارشناسان امور کارکرد ادارات مسئول را در این زمینه ضعیف می‌دانند. بعد از سیلاب ما بیایم تمام مسیر را ببینیم، به کدوم قسمت نیاز به پل بود، پلچک بود، استراکچرهای حفاظتی بود، به کدوم قسمت عرض کانال کم بود، چی بیون زیاد بود، چی باید کم می‌شد، دایورژن باید می‌داشتیم که این چیزا به حساب در نظر گرفته نشد بود. خوبه که از اینا ادارات اینا رو بیایم همه ریکارد کنم. وقتی که ریکارد کردم برام با استفاده از یک تحلیل هیدرولوژیکی بعد از او برای آهنده از این استفاده کنم که این ریسکا دیگه اتفاق نفته که. در همین حال مسئولان اداره محلی ولایت هرات میگن که آنان همواره در پیشگیری از سیلاب ها نقش داشتن و زمانی که اداره هواشناسی از بارش باران های سنگین خبر داده است، اداره محلی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام داده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که اداره محلی در امر مدیریت سیلاب تلاش میکند تا خسارات مالی و جانی سیلاب را به حداقل برساند. ما برنامه ریزی میکنیم به جبهه جدیدی از هوا که وارد افغانستان میشه و احتمالاً بارندگی با خطرات کمتر در حوزه غرب و در ولایت هرات شاهد از او هستند. ما رو از این برنامه ریزی میکنیم که اطلاع‌رسانی ما چگونه باشه، مدیریت سیلاب ها چگونه باشه، ادارات هر کدام بر چی مبنای و چی پلان و چی کار داشته باشد و از این کار میکنیم که امیدوار هستیم بتانیم که جلوگیری بکنیم از وارد شدن تلفات و خسارات به شهروندان.
نگرانی ساکنان هرات از آنجا نشأت می‌گیرد که چندی پیش بر اثر سیلاب‌های گسترده در هرات بیش از 20 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. از کتاب راهنمایی نگارش و درست نویسی امروز در هرات رونمایی شد. سید مسعود حسینی نویسنده این کتاب میگوید که این اثر برای تمام رشته های علوم اجتماعی قابل استفاده می باشد. اسم کتاب هست راهنمای نگارش و درست نویسی و این کتاب بنیاد لیان امیری چاپ کرده و قرار است که به گونه رایگان به دسترس علاقمندان، دانشجویان و مجامع علمی و اکادمیک قرار بگیره. محتوای کتاب بیشتر تاکید بر دو مقوله داره. یکی بحث نگارش هست که من حیث مجموع در کتاب در نظر گرفته شده و یکی هم بحث درست نویسی. کتاب به گونه‌ای طراحی شده که برای تمام رشته‌ها قابل استفاده هست، یعنی بیشتر در عرصه علوم اجتماعی، حالا ادبیات، حقوق، اقتصاد، طب، اینها تا حدود زیاد به کار میره. معاون امور اجتماعی والی هرات در دیدار با هیئت وزارت معارف خواهان افزایش حضور زنان در معارف شد. مونسه حسنزاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت هرات در دیدار با مرجان متین معین نصاب تعلیمی و تربیه معلم وزارت معارف گفته که لازم است تا در راستای استفاده از ظرفیت و توانایی زنان در عرصه‌های مختلف توجه صورت گیرد. در همین حال مرجان متین معین وزارت معارف نیز بر افزایش حضور زنان در ادارات تاکید کرده و گفته که زنان با توانایی‌های فردی خود در بست‌های بلند دولتی استخدام می‌شوند. در حال حاضر در هرات مسئولیت 7 اداره دولتی بر عهده بانوان است. امروز هم لطیفه فیض از طریق رقابت آزاد به عنوان رئیس تربیه معلم هرات مقرر شد. برنامه‌ای به منظور بررسی وضعیت فعلی کشور در هرات برگزار شد. اشتراک کنندگان در این برنامه وضعیت فعلی کشور را بحرانی می‌دانند و می‌گویند که همزمان در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح و چندین چالش دیگر صد راه حکومت فعلی قرار دارد. شفاف و عادلانه هستند. هدف کلی اینجا که امروز دیدگاه ها، نظریات شهروندا، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن بگیریم که چگونه انتخابات آینده باید برگزار باشه، با چه سیستمی باشه و حداقل همو قوانین نافذه در کشور که همو مطابق به انتخابات باید به شکل درستی و تطبیق بشه. پروسه های گذشته انتخابات هر کس حداقل اگر تقلب کرده یا برای مردم بازی کرده باید اینا به پنجه عدالت سپرده بشن تا پند و عبرت برای دیگران باشه که در پروسه های ملی خیانت نکنن، رای مردم رای سفید از اونا را به سیاه تبدیل نکنن. مسئولان اداره فواید عامه هرات میگویند که جسد یک مرد و یک کودک را در منطقه کوتل سبزک در مسیر شاهراه هرات قلعه نو از سیلاب گرفتند. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه ولایت هرات به تلویزیون چکات میگوید که تا هنوز هویت این افراد مشخص نشده است و احتمال دارد که از کوچه های مستقر در دامنه این کوه باشند. آقای حمایت میگوید که در حال حاضر شاهراه هرات قلعه نو به دلیل سرازیر شدن سیلاب و خسارات ناشی از آن بر روی طرف فیک مسدود می باشد. به گفته ی آقای حمایت کار برای بازگشایی این شاهراه در این ساحه و مسدود شده جریان دارد. پیکارجویان طالب شب گذشته از 4 جهت بر ساختمان ولسوالی بالامرقا به ولایت بادغیس حملات سنگینی را انجام دادند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که صدها پیکارجوی طالب از چندین استقامت بر ولسوالی بالامرقا حمله نموده و با استفاده از سلاح‌های سنگین ساختمان این ولسوالی را هدف قرار دادند. ولسوالی بالامرقا به ولایت بادغیس در این اواخر روز و شب‌های خونینی را سپری می‌کند. ولسوالی که گفته می شود شب گذشته را با باران گلوله به صبح رسانده است. پیکارجویان طالب شب گذشته از 4 جهت بر ساختمان این ولسوالی حملات سنگینی را انجام دادند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که صدها پیکارجوی طالب از چندین استقامت بر ولسوالی بالامرغاب حمله نموده و با بهره‌گیری از سلاح‌های سنگین ساختمان این ولسوالی را هدف قرار دادند. حمایت قاطع یا نیروهای هوایی
و نتونه و کمک نکنه نیروی امنیتی ما در بالا مرغاب، ما شاید یک فاجعه انسانی بخواد بودیم و مسئولیت زی برمیگرده به بزرگایی که در مرکز وزارت های امنیتی ما، دفاع، داخله و امنیت ملی که در رأس وزارتخانه هم آیا این فرزندای تعداد 500-600 نفر به شمول جنرال صاحبایی که در رأس اینا هستند در بالا مرغاب، اینا به خاطر دفاع و حاکمیت ملی به اونجا رفتن، جانای شیرین خود از دست میدن، ارزش داره که اینا را حمایت هوایی صورت بگیره؟ فقط میتونیم چون راه زمینی بالا مرغاب است سالهایی که مسدود از طریق زمین هیچ کمک به اینا شده نمیتونه، فقط میتونه از طریق هوا اینا دشمن ضربه بزنم تا بتونه این محاصره را بشکنه و نیروی امنیتی ما نجات پیدا کنه. در غیر از او احتمال بیشتر سقوط بالا مرغاب متصوره که باز واجه انسانی اونجور رو خواهد داد. رئیس شورای ولایتی بادغیس هشدار می‌دهد در صورتی که نیروهای هوایی افغان و خارجی برای کمک به نیروهای زمینی در بالا مرغاب اقدام نکنند، سقوط این ولسوالی حتمی خواهد بود. فعالین مدنی بادغیس و برخی اعضای شورای ولایتی نیز با ابراز نگرانی از این موضوع می‌گویند که بالا مرغاب دروازه ورودی بادغیس بوده و سقوط این ولسوالی به معنی سقوط ولایت بادغیس است. اگر ولسوالی بالا مرغاب سقوط کنه به یک فاجعه انسانی دچار میشیم. این وضعیت بسیار نگران کننده هست و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضامند هستیم که رسیدگی کنن با عاجل ترین و به زودترین وقت. اگر رسیدگی صورت نگیره یعنی بدترین وضعیت ما شاید خواهد بود. ولسوالی بالا مرغاب که در یک ماه اخیر در سلطه جنگ است و هیچ توجهی از طرف دولت صورت نگرفته. من فکر میکنم اگر بالا مرغاب سقوط کنه و طالب بالا مرغاب را در تحت تصرف خود بگیره، بدون شک بادغیس در یک روز هم دوام نمیاره، چون بالا مرغاب دروازه امنیتی بادغیس است و از مسئولان امنیتی و حکومت مرکزی خواهش میکنیم که به داد بالا مرغاب و عساکری که در اونجا هستن، اگر نمیتوانن از بالا مرغاب دفاع بکنن، لطفاً بالا مرغاب تخلیه بکنن و فرزندان مردم را بیشتر ازی به کشتن نتن. مناطق سوق‌الجیشیه که پوسته ها گذاری بوده و مبنی بر حمایت از تعمیر ولسوالی و کندک اردوی ملی، اونها متاسفانه در دست مخالفین دولت هست. پس هیچ راهی برای بیرون رفت نیست، فقط یگانه گزینه‌ای که میتونه فعلا به درد مردم کمک بکند حمایت هوایی هست. که اگر دولت به اشد و فعلا هم الان هم جنگ جریان دارد و در صورتی که در طی یک ساعت دو ساعت هم کمک نرسه، ما شاید فاجعه ای را در بالا مرغاب تجربه بکنیم که افغانستان تا حالا تجربه چنین فاجعه را نداشت. با آنکه آمار دقیقی از تلفات جنگ در بالا مرغاب تا کنون در دست نیست، اما گفته می شود که دو طرف درگیر تا کنون ده ها نفر تلفات داشتند. در همین حال مسئولان محلی بادغیس اطمینان می دن که نمی گذارند تا ولسوالی بالا مرغاب به دست پیکارجویان طالب سقوط کند. خواسته مردم ما میپذیریم به خاطر که نیروهای امنیتی برای مردم تامین امنیت میکنن و ما در ولسوالی بالا مرغاب در حال حاضر به اندازه کافی نیروهای داریم، نیروهای کمکی فرستاده شده، اکمالات و تجهیزات شده، ولی باز هم اگر ضرورت پیدا شوه نیروهای تازه نفس نیست به ولسوالی بالا مرغاب اعزام خواهند شد و قرار است که در زودترین فرصت حملات هوایی نیست جریان پیدا کنه تا مخالفین مسلح دولت از ساحاتی که اونا موازی ساختن با خب نشینی مجبور شوند. قابل ذکر است که فرمانده لوای سوم ارتش ملی، عامر امنیت پلیس و ولسوال این ولسوالی در محاصره پیکارجویان طالب قرار دارند و بر بنیاد آخرین اطلاعات درگیری به شدت جریان دارد. مسئولان محلی غور از آغاز روند گزینش افراد اشتراک کننده در لایجرکه مشورتی صلح خبر می‌دهند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکات می‌گوید که 42 نفر به نمایندگی از مردم ولایت غور در جرگه مشورتی صلح اشتراک خواهند کرد که روند انتخاب این افراد از روز شنبه 17 ماه جاری شروع شده و تا 3 روز ادامه خواهد داشت. جامعه‌ای که اطراف ریاست جمهوری قوال شده از کمیته از دکتر شوران سال بگم در سطح سروان ریاست جمهوری به غور برسیده. امروز جلسه هماهنگی دایر شد، مالکیت برگزاری جلسه را شورای ولایتی داره. با ولسوالی ها هم خبر داده شده که در این راستا آمادگی خود را بگیرند. قرار است که انتخابات در روز 17 برج
برگزار شده و تاریخ 20 به کسایی که تعیین می شوند و به مرکز معرفی می شوند. سهم ولایت غور 42 نفر است. وضعیت متفاوت سه خواهر نابینا در بادغیس خبرساز شد. این دختران در روز قادر به دیدن نیستند، اما در شب به صورت خارق‌العاده‌ای می‌توانند ببینند. پدر این دختران می‌گوید که اطفالش از بدو تولد تا کنون به این بیماری دچار بودند و وی به دلیل فقر نتوانسته است آنان را درمان کند. محمد صادق 40 ساله با سه فرزندش سالهاست روز و شب را در بادغیس سپری می‌کند. روزهایی که در کنار فقر و ناامنی‌های اخیر در بادغیس، نابینایی دخترانش نیز به سیاهی این روزهایش افزوده. آنقدر که حالا نه تنها صالحه و خواهرانش، که او نیز به عنوان پدر این روزها برایش رنگ شب دارد. محمد صادق می‌گوید که فرزندانش از بدو تولد تا کنون به این بیماری مبتلا هستند و به دلیل فقر نتوانسته گام برای درمانشان بردارد. روزی که اینا خدا داره تولد شده ما داره اینا دمی رقم اینا برای چشم آخو مایی با نم من از حسابی زرق چشمی روز و افتاب مثلا بیرون باشن به خیلی چی دیدن ندارد از زوبه وقتی شب که میشن مثل یک چیز واز میشه چشم از اینا بسیار نشه میشن در وقتی که شام تاریک میشه وقتی آزانی اثر از اینا که میشه دولی که یک چشم از اینا وا میشه دل از اینا تازه میشه مماری الک و پدر بریم بیرون یک دم بازی کنیم دیگر کنیم دیگر کنیم شب که میشه اینا بسیار ولاد خوب میگیره هیچ هر چیشم دارم است بیاره ولی چشم خوب دل آدم ما طرف نمیشه امروز که میشه فقط دل برق بگیره چشم میزنم هیچ دیدن نداره بسیار دازو شاید مثل دختران محمد صادق دختران بسیاری در افغانستان باشند که از نابینایی رنج میبرند اما تفاوت عمیق در نوع بیماری این خواهران نابینا وجود دارد به گفته محمد صادق زمانی که آفتاب کم کم غروب میکند و تاریکی همه جا را فرا می گیرد کودکانش با ابراز خوشحالی چشمشان بینا شده و در شب به بازی های کودکانه ایشان می پردازند ظاهرن سهم دختران محمد صادق از بازی و شادی در دنیای کودکانه ایشان به شب ختم می شود ختمی که موجب شده تا از رفتن به مکتب باز بمانند من برای ما کمت میکنم پول ندازم که تا دیگه صدافی شو ما می بینیم صدافی از ما هیچ کاری کرده نمیده محمد صادق پدر این کودکان آرزو دارد که روز دخترانش نه تنها در شب بلکه طلوع خورشید را نیز بیننده باشند و وی خواهان کمک در این زمینه است. مسئولان امنیتی فراه میگویند که در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی در ولسوالی جوین چندین روستا از وجود پیکارجویان طالب پاکسازی شده است. محب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فراه به تلویزیون چکات میگوید که این عملیات از دو روز به این طرف آغاز شده و تا پاکسازی کامل ولسوالی جوین از وجود پیکارجویان طالب ادامه خواهد داشت. در ولسوالی جوین و فراه عملیات راه اندازی شده از دو روز به این که طرفاتی در پیل نداره منطقه که دو قدیه فرد بزرگ از وجود طالبان پاکسازی شده همیلا در حال پیشتوی است به نیرو امنیتی رو به طریق کدوم وقتی نرسیده همیلات که قبل هم بیشتن در وصولی کشتروی به معصد که از خوبی و چند قدیه هم از وجود طالبان پاکسازی شد فیلن در وصولی جوهی نوالات فرا و همیلات انجام اعضای شورای ولایتی نمروز از حل شدن 50% مشکل کمبود آب آشامیدنی خبر می‌دهند. باز محمد ناصر عضو شورای ولایتی نمروز می‌گوید که معضل عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی با روی کار آمدن پروژه آبرسانی قلعه فت 50% حل شده است. به گفته او در قلعه فت چاه‌های عمیق وجود دارد و این منابع آبی در سطح شهر زرنج لوکشی شده و آب در دسترس مردم قرار می‌گیرد. ساکنان نمروز در سال‌های گذشته از ناحیه دسترسی به آب آشامیدنی با مشکلات جدی روبرو بودند. گفته می شود با بهره برداری از بند کمال خان معضل آب آشامیدنی نیمروز به طور کلی حل خواهد شد. رئیس جمهور غنی میگوید که آب افغانستان به مدیریت جدی نیاز دارد. آقای غنی که امروز در کنفرانس ملی زراعت در کابل صحبت میکرد گفته که در حال حاضر باید 20 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان جمع شود که مشکلات عرصه زراعت را مرفوع سازد. رئیس جمهور غنی افزوده که ضرورت است برای مدیریت بهتر آب بندهای بیشتری ایجاد شود.
حداقل 20 میلیارد متر مکعب آب باید جمع شوه. آب آبروی ماست، سری از این آب رو مصر میتوم. با کلونو محمق پولی ورکره بستم، او بو با منظم که او کلیم پا خپل پلاس کدم. او دیده دی پاره ضرور دی چه هم واله بندونه، هم منزنی بندونه، او لوی بندونه جورسی. او که او بو نلره سبا لیو کال نه بل کال تا خلق مجبوره گی چه لوچکاله نووزی یا لسیلاو نووزی. نو ضروره ده او اماش منه تا سرده ده چه دی او بو دی مدیریت تعدا به خودل سوای دابا چتکی. ما تا به ای باورستم که مردم ما یک موافقه کنن که چند سال سرکار تعدادش کم کنیم. اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا گفتند که برای نظارت از روند صلح افغانستان طرحی نظارتی را آماده کردند. لیز چینی و جیم بنکس، دو عضو کنگره آمریکا، گفتند که نظارت از جریان مذاکرات صلح با پیکارجویان طالب حتمی است و باید مردم آمریکا اطمینان حاصل کنند که روند این مذاکرات سبب تامین ثبات و امنیت در افغانستان می شود. به گفته آنان در این طرح روند کنونی صلح به نفع افغانستان است، اما اگر در نتیجه این مذاکرات دستاوردهای 18 سالی که گذشته ی افغانستان از بین برود، نیاز نیست به این مذاکرات ادامه داده شود. این دو عضو کنگره آمریکا تاکید کردند که هیچ گونه عجله‌ای در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کار نیست. این در حالی است که سرمنشی عمومی ناتو نیز روز گذشته بر حفظ دستاوردهای 18 ساله تاکید کرده بود. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان ناتو، گفته است که پیکارجویان طالب هرگز در جنگ برنده نخواهند شد. آقای استولتنبرگ این سخنان را در سخنرانیش در کنگره آمریکا بیان کرده است. او همچنین از پیکارجویان طالب خواسته که از جنگ دست بکشند و به روند صلح بپیوندند. پیش از این دبیر کل ناتو در پیوند به خروج نیروهای این سازمان از افغانستان گفته بود که برای خروج از افغانستان با مقامهای آمریکا تصمیم مشترک خواهد گرفت. در حال حاضر خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات صلح با پیکارجویان طالب است. یافته‌های یک گزارش تازه نشان می‌دهد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گران‌ترین و غیر استتاری‌ترین یونیفرم را برای نیروهای ارتش افغانستان تهیه کرده است. این گزارش که توسط ارتش ایالات متحده تهیه شده، روز گذشته به مجلس سنای آمریکا سپرده شد. روزنامه USA Today که به یک نسخه از این گزارش دست یافته، نگاشته که یونیفرمی که نیروهای ارتش افغانستان در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند، یکی از آشکارترین طرح‌های استتاری را دارد که به راحتی قابل رؤیت است. به همین دلیل اعضای مجلس صنایع آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته که طرح جایگزینی را برای یونیفرم کنونی نیروهای ارتش افغانستان بررسی کنند. ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که طی دو عملیات ویژه 16 نفر از اعضای گروه داعش از مربوطات ولایت‌های کابل و ننگرهار بازداشت شدند. امنیت ملی امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که 6 نفر از این افراد در شبکه‌های اجتماعی به نفع گروه داعش فعالیت می‌کردند. بر اساس خبرنامه این افراد با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی سربازگیری می‌کردند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی همچنان آمده است که 10 نفر دیگر از اعضای گروه داعش در یک عملیات ویژه در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. در سالهای اخیر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت ننگرهار به شکل گسترده‌ای فعالیت کردند. تا لحظات دیگر با خبری از جهان.
مقام های آمریکا در مورد خریداری سامانه دفاعی S-400 روسی به ترکیه هشدار دادند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که خریداری S-400 تأثیر بر جایگاه ترکیه در سازمان ناتو خواهد گذاشت. پس از آن که آنکارا مصمم به خریداری سامانه دفاعی S-400 از روسیه شد، واشنگتن بارها به ترکیه هشدار داده است. اخیراً مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که خریداری سامانه موشک‌های ضد هوایی S-400 روسی را تهدیدی علیه جنگنده‌های آمریکا می‌داند، به ترکیه هشدار داده است. آقای پنس در نشستی در واشنگتن به مناسبت 70مین سالگرد تأسیس ناتو گفت: ترکیه باید انتخاب کند، آیا چنان می‌خواهد یک شریک مهم در سازمان ناتو باشد، یا می‌خواهد با گرفتن چنین تصمیم‌های بی‌خردانه‌ای امنیت پیمان ناتو را تضعیف کند. اما مقام‌های ترکیه در واکنش به این هشدار می‌گویند که معامله خریداری سیستم‌های پیشرفته ضد هوایی از روسیه قابل برگشت نیست. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که معامله با روسیه که ارزش آن حدود 2.5 میلیارد پوند تخمین زده می‌شود، ملغی نخواهد کرد. او می‌گوید: کاردشیم ریاد مالکیله هر زمان. آیا آمریکا می‌خواهد متحد ترکیه باقی بماند یا با پیوستن به تروریست‌ها این دوستی را به خطر بیندازد؟ ikinci konferansını düzenledik. ترکیه در حال حاضر یکی از اعضای کلیدی سازمان ناتو است. با این وجود مقام‌های بلندپایه سازمان ناتو مکرراً گفتند که سیستم روسی با تجهیزات ناتو همخوانی ندارد. در این حال مقام‌های آمریکا معتقدند که خریداری موشک‌های ضد هوایی S-400 توسط ترکیه تهدیدی علیه جنگنده‌های آمریکایی F-35 است. اما آنکارا میگوید این کشور با تهدید شورشیان کرد و پیکارجیان اسلامگرا مواجه است. با سیستم S-400 از خود دفاع میکند. S-400 یا تریوموف یکی از پیشرفته ترین سیستم های موشکی زمین به هوا در جهان است. برد این موشک 400 کیلومتر است و یک سیستم کاملا S-400 میتواند تا 80 هدف را همزمان در آسمان بزند. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. نگرانی مردم هرات از وقوع احتمالی سیلاب در روزهای آینده. آنان دولت را در امر پیشگیری سیلاب بی‌تفاوت می‌دانند. رونمایی از کتاب راهنمایی نگارش و درست نویسی در هرات. مسعود حسینی نویسنده این کتاب میگوید که این اثر برای تمام رشته‌های علوم اجتماعی قابل استفاده است. حمله گروهی پیکارجویان طالب بر ولسوالی بالامرغا به بادغیس. مسئولان محلی میگویند که در این حملات 35 نیروی امنیتی جان باختند. تأکید رئیس جمهور غنی بر مدیریت درست آب کشور. اشرف غنی میگوید که برای مدیریت آب نیاز است تا بندهای بیشتری ایجاد شود. و اینکه آمریکا در مورد خریداری سامانه دفاعی S-400 روسی به ترکیه هشدار داد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکا دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی، شما می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات برنامه های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان، بدرود.